سلام و علیرضا مکسریای عزیز دل، امیدوارم که هر جا هستید خوشحال و سرحال و سلامت باشید. و امروز همون چیزی که بهتون قول داده بودم، روم تور رو میریم و اینجا امروز هواش یکم بادیه، خیلی داره باد میاد. خلاصه دیگه میدونید دیگه، اسپانیاست دیگه، بعضی موقع الان بادی شده ولی خوبه، من که دوست دارم. زیاد سرد نیست ولی بدون حرف زدن حتما یادتون باش چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک و زنگوله هم یادتون نره. برو بریم واسه روم تو، لیتس گو. خب همون اول جلو خونه من که اینجوریه، یعنی جلو دره که باز میکنم اونجا استخره، اینجا هم همه چیزه و اینجا هم که میبینید یه خیابونم، اونجا هم یه کینگرگر که داخل ولوگ قبلی که میخواستیم از فنلاند بیایم اینجا رفتم غذا خوردم که برید حتما ببینید. و اینجا هم در خونه من هستش که اینجوریه و اینجور راه روی داره. خب بریم کلیدو بندازیم باز کنیم. به به، خب در رو که باز میکنیم اینجور منظره‌ای داره، اونا رو اسکیپ کنید. کفشامه، اینجا در دستشوییه و اینجا هم که تخت خواب و خلاصه آشپزخونه و خلاصه این چیزاست. خب همین اول میریم داخل دستشویی ببینیم که چه شکلیه. این در رو باز میکنم و بله، همونجور که میبینید اینجا اول یا آینه بزرگیه. به داشتون جون، خوشگل روزگار. بعد اینکه اعتماد به نفسم خیلی دوست دارم، میدونم خیلی اعتماد به نفس دارم ولی دیگه چی میشه کرد. بله اینجا هم همونجور که میبینیم از Airbnb اومدم رزرو کردم که Airbnb معمولا یک ماه خونش میدم مثلا به یه نفر و همه چیزم روش هست، مثلا اگه میخواد دیگ روش هست، مثلا کلا همه چیز داره، خودش حوله داره، مثلا این حوله من نیست، اینا حوله خودشونه و خلاصه اینجوریه. این هم یه حمومیه که این داره خودش و اینجوری بسته میشه و شما میتونید حموم کنید. و اینجا هم که همونجور که میبینید حموم عادیه، چیز خاصی نداره. این هم که باز میشه میتونه مثلا هوا بیاد داخل و بره بیرون. فقط عجیبه، من ندیدم هواکش اینجا داشته باشه. بعدا آب گرم کنم اینجا بالاست و یه لباسشویی داره. و یه چیزی که بهتون باید بگم، داخل خارج خودشونو با آب نمیشورن، یعنی که دستمال کاغذی دارن. و اینکه اینو گفتم مثلا برای کسایی که نمیدونن قاعدتا. خب اینو اسکیپ میکنیم میریم داخل خونه. داخل خونه خودش اینجوریه، چراغ گازش، میکروش هم اینجوریه و خودش هم یه چند تا ظرف و اینا واسه تون گذاشته که مثلا اگه میخواید چیزی درست کنید بخورید یا حالا هر چیز دیگه ای. اینجا هم معمولا چاقوش و اینا هست یا حالا چنگال و اینا اگه میخواستید. و اینم یخچال کوچیکیه که داره و همین دیگه، چیز خاص دیگه نداره. فکر کنم اونم یه میکرو دیگه است، نمیدونم حالا این چه، این میکروه یا بره یه همچین چیزایی باید باشه ولی این میکروه. توستر هم داره، ای کتلی هم داره، من خودم ندیده بودم. آره خلاصه اینجوریه. آره اینجا هم چیزایی که اگه من بخوام کاری با لپتاپ کنم و یا حالا غذای چیزی بخورم اینجا میذارم. و اینجا خودش یه صندلی مبلی گذاشته که خوبه، من که خوشم اومد بد نیست. و اینجا هم یه وایفای داریم که سرعتش خوبه، سرعتش بد نبود من که استفاده کردم، 10 مگابایت بر ثانیه که خوبه بد نیست. خب اینجا خودش همونجور که میبینید تلویزیون داره، بعدن از این پنکه‌های کنترلی هم داره که وقتی گرم میشه داخل تابستون که من الان نیاز ندارم. و چیز بعدی که داره اینه که کولر داره دیگه، بهتر از این چی میخواید دیگه. مثلا من داخل فنلاند که زندگی میکنم اصلا کولر ندارن، یه کولری مثل داخل خود ایران مثل اون، ولی سوئیس هم که رفتم اونم نداشت. ولی چیز خوبی که هست اونجا چون که همیشه سرده، خب معمولا ندارم، ولی همیشه سونا داخل خونهشون چیز عادیه، یعنی وقتی شما میرید فنلاند داخل خونهشون مثلا یه آدم عادی که میخوای خونه بخری یا خونه اجاره کنی، مثلا اونجا خونهایی هستن که سونا دارن و فوق العاده هم حتی ارزونن، چون که باید مثلا باشه. داخل آپارتمانا که 100% هست، یعنی برای کل آپارتمان میای مثلا وقت رزرو میکنی میری، یعنی اینجوریه، یعنی چیز عادیه داخل فنلاند. و اینجا هم یه کمدی هست که اینجا هم کمد است که من وسایلم داخلش گذاشتم. اینجا هم یه خودشون جارو برقی گذاشتن و یه تی داخلش گذاشتن و خلاصه من لباسام هم اینجا آویزون کردم. و اینجا هم دو تا کمد داره که شما میتونید وسایلتون بذارید. اینم تختش خیلی نرمه، من خدا خیلی دوست دارم. و قسمت جالبی که من خیلی خودم دوست دارم، میریم تا
طرف بالکن که اینجوری پرده‌ها رو میشه کشید وقتی نوره، وقتی میخواید بخوابید اینجا هم میتونید بازم باز و بستش کنید که خلاصه اینجوریه و اینجوری در باز میکنیم و میریم داخل بالکن. بالکن بزرگ خوبی داره، اینجا 3 تا صندلیه، اینجا هم که میزه، اینجا هم که مال همون خود کولر اسپریتشه، اینجا هم کمدی داره که قفل من نمیتونم بازش کنم، احتمالاً وسایل خودشون گذاشتم و اینجا هم یه قفلی زدن که انگار فکر کنم وسایل خودشون گذاشتن ولی این پایینیه رو باز کردن واسم و میریم دوباره واسه اصل کار. شما میتونید برید پایین، استخر دارید و میتونید استخر برید چنا کنید و اونجا هم زمین تنیس داره. نمیدونم خدایا چی بود، تنیس بود، الان اسمش دقیق یادم نمیاد، تنیس بود چی بود خدایا اسمش، ولی یادم رفته. اوکی مهم نیست، بعدا اونجا شما میتونید آفتابم بگیرید، بعدا همه چیز. میز بیلیاردم داره ولی من نمیدونم الان میز بیلیاردش کجاست. آه اوناشش، الان احتمالاً فکر کنم بارندگیه یا مثلا باد زیاد میاد سر میاد، الان روکش کشیدن، ولی اون سیاه هست اگر ببینید اون میز بیلیاردشه، اگه میخواید بیلیاردم بازی کنید. همه اینا مجانیه و شما میتونید مثلا بیاید و اشغال کنید. من از تنها چیزی که خوشم میاد ویو فوق العاده قشنگیشه که مثلا شما صبح که بلند میشید مثلا اونجا نگاه کن، دریاست، بعدن اینجا همه ویو میبینید، طبقه آخرم گرفتم که داداشم ویو. خب بیا در مورد این صحبت کنیم که من واسه چند ماه اینو گرفتم و چقدر پام در اومد. من اینو واسه 2 ماه اجاره کردم و تقریبا پام 1900 تا یا 2000 تا در اومد، ولی خودم خیلی راضی ام، خیلی 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 اینجا حال میده و اشغال داریم میکنیم دیگه. و همون جور که بهتون گفتم شما میتونید از Airbnb، سایت Airbnb برید رزرو کنید و اونجا هم خیلی حتی بهتر، خونه‌های بهتر از اینم بود، ولی این دیگه من گفتم جمع جور شیک نقلی همینو بگیرم. خلاصه که اینجور من میخواستم واسهتون یه روم تور بذارم، امیدوارم که دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید، ولاگای قبلی ما هم ببینید، ولاگای سوئیس رو ببینید حتما، و دیگه حرف دیگه باقی نمیمونه. لایک و سابسکرایب یادت باشه، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارت.